سلام درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ زه مریلی عباسی یم د سولې پروسه د ورځې په تیریدو سره له نورو ابهامات سره مخامخ کیږي په ځانګړې توګه دا چې د دوحې توافق له مخې د مې په لومړۍ بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او طالبانو هم تر هغه پورې چې بهرني ځواکونه نه وي وتلي د هیڅ ډول مذاکراتو له ادامې سرغړونه کړې ده ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو نه وتل د دوحې توافق نقص دی او د دوی په وینا چې د دغه تړون له مخې باید ځواکونه وتلي وي اوس اساسا مسله دا ده چې د استانبول ناستې ته آمادګي نیول کېده باید تر اوسه پورې دغه ناسته ترسره شوې هم وای یا حداقل پیل شوې وای خو د طالبانو وروستی دریځ د دې لامل شوی چې د دې ناستې برخلیک او په ورته حالات کې په ټوله کې د سولې پروسې برخلیک له ګڼو اندېښنو سره مخامخ شي بل لور ته د افغانستان اسلامي جمهوریت داسې ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې په ورو او دغه راز جدي ډول په عیني حالت کې د پردې تر شا د یوې مبارزې لپاره آمادګي نیسي خو د افغانستان د خلکو په اذهانو باندې یوازې ویرې او اندېښنې لمن غوړولې ځینې نور بیا خوشبین دي او وایي چې سوله دا ځل راتلونکې ده خو د تاریخ د تکرار او د یوه نوي افغانستان چې جوړونه او پرمختګ پکې شامل دی دا هغه بحث دی چې بیرته د شلو کلونو له څرنګوالي سره تړاو پیدا کوي چیرې چې د امریکا په مشرۍ بهرنی ائتلاف راغی او اوسنی نظام یې په خپلو پښو ودراوه بایډن وویل موږ د اتحاد او متحد کېدو لپاره افغانستان ته نه وتللي دوی وایي دوی عدالت پر ځای کړی اسامه بن لادن یې په نښه کړ او په دې توګه یې القاعده افغانستان کې کمزوری کړې ده او په ورته حالت کې د ډیرو تفسیر دا و چې دا پریکړه د امریکا د ناتوانۍ ښکارندوی ده په ورته حالت کې نیټو هم ورسره ورته مسله زمزمه کړه اوس وضعیت دا دی چې د افغانستان د راتلونکي په هکله ښکاره څه نشي ویل کېدی طالبان څه غواړي سوله که جنګ یا افغان حکومت آیا تر دې وروسته آمادګي لري چې په داسې یو جوړجاړي باندې صلاح وکړي چیرې چې قرباني مطرح ده چیرې چې د طالبانو سره د یو سیاسي توافق مسله مطرح ده دا ټولې اندېښنې او مسایل مطرح دي او تر څنګ نور هم څه شته دا شیبه راسره په بحث کې درې ښاغلي میلمانه دي د ولسمشر سلاحکار نبیم مصداق له پلازمېنې کابل راسره په لیکه دی دغه راز له هندوستانه هم په البته په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر احمد سرور هم راسره شته دی او د ولسمشر پخوانی سلاحکار طارق فرهادي هم په دې بحث کې لطف کړی موږ سره یې ګډون کړی درې ورته ډېر ښه راغلاست یم ډېره زیاته مننه کوو چې دې بحث کې مو زموږ بلنه منلې ده ښاغلی مصداق بحث به له تاسو سره پیل کړم ولسمشر په داسې یو حالت کې چې بهرنی ملاتړ کمزوری شو له کابل سره د بایډن خبره چې متحد حتی نه بلل کېږي نور کابل او د افغانستان حکومت د امریکایانو لپاره دی وایي څوک چې د جمهوریت په کتار کې نه درېږي له دولت به وشړل شي څه معنا لري دا د څه لپاره بسم الله الرحمن الرحیم سلام عباسین صاحب تاسو ته و سفیر صاحب سروری ته و او زما همکار مشاور صاحب فرهادی ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم علیکم السلام ولسمشر په نه افغانستان خلق په عمومي صورت سره د جمهوریت ساتنه غواړي ځکه په جمهوریت کې د تیرو شلو کالو ټولې راسته راوړنې نغښتې دي او په دې نسبت که څوک د دغو نغښتو په ضد وي نو بیا نو ضرورت نشته چې هغه په د جمهوریت په لیکو کې واوسیږي چیرې ولاړ شي بیا مثلا که فکری لحاظه ځینې کسان اوسي وایي چې جمهوریت یو ښه انتخاب نه دی د افغانستان لپاره به یو نوی جوړښت باندې کار وشي او دې ته ورته نور فکری مبارزه وکړي یا یو ایدیالوژي ولري دې کسانو سره نو باید څه وشي تاسو وایئ چې هغوی افغانستان کې د اوسېدو حق نه لري نه نه ما هېڅکله داسې نه دي ویلي د جمهوریت لیکه مونږ دغه شل کاله په افغانستان کې تجربه کړې ده او خلک ورنه خوشحاله دي او ټول غواړي چې همدې دیموکراسۍ ته چې ډېرې نیمګړتیاوې لري ورته دوام ورکړو دا بهتره ده چې مونږ په خپله خپل راتلونکي مشران وټاکو نسبت دې ته چې پخواني جنګ سالاران او زورواکان او دغو خلکو چې یوازې خپل ځان او خپل حزب او خپل بانکي حسابو لپاره ډېر زحمتونه وایستل ډېرې پیسې پیدا کړې د هغو په خوله مونږ یو بل حکومت یا یو بله دستګاه جوړه کړو
نو رئیس جمهور په دې برخه کې واقعا چې په د شپږو کالو کې ډیر زیات کار کړی ده او نن په دنیا کې هیڅوک نشته هیڅ مملکت نشته چې د افغانستان د جنگ د پای غوښتونکی نه وي حتی موږ ګاونډي ملکونه ایران او پاکستان دوی غواړي وایي چې د موږ په ګټه ده چې په افغانستان کې سوله راشي نو اوس په لنډ ډول درته ووایم چې دا توپ په اصطلاح د طالبانو په کورت کې ده او ټول د طالبانو نه دغه توقع لري چې د خبرو لاره د مه بندوي د ترکیې د استانبول غونډې ته د خپل تیاری سره ورشي او د خپل نظر نه د هغه وکړي ملاتړ وکړي خلکو ته دی ورسوي او په همدې ترتیب سره دغه څلور پنځه میاشتې چې پاتې دي دا یو ډیر ښه امتحاني موقع ده تر څو هم افغان حکومت او هم طالبان یوې سولې نتیجې ته ورسیږي داسې ونه شي چې امریکایان ووزي لکه چې روسان ووتل دلته بیا جنګونه شروع شول دا شی بیا تکرار نه شي ځکه هیڅوک په افغانستان کې د دې حوصله نه لري ولسمشر بیا یو خط کاږي د دې کرښې په ایستلو سره وایي له جمهوریته بهر کسان دې له دولته ووځي په دغسې یو حالت کې ولسمشر له کوم موقف نه خبرې کوي په داسې حال کې چې امریکایان وایي نور افغان حکومت د دوی متحد نه دی حتی نه و جو بایدن په خپلو وروستیو څرګندونو کې کله چې د څه د پاسه 2000 امریکایي وژل شویو سرتیرو هدیرې ته ورغلی او په 1468 کې هغه ځای چې مخصوصا 1660 نومیږي په دغه ځای کې وویل چې افغانستان نه متحد و او نه متحد دی په دې معنی چې د امریکا ملاتړ د کابل سره نور نشته او که دا ډول یو څه دي ولسمشر چې اوس درېږي او خطونه او کرښې کاږي مصداق صاحب له کومه دریځه له کوم موقفه دومره پیاوړی دریځ اول خو جو بایدن متاسفانه چې څو واره افغانستان ته کله چې دای مرستیال و راغلو لیکن د افغانستان د تاریخ په باره کې د افغانستان په باره کې هیڅ کله صحیح معلومات دته ورنکړل شول افغانستان دغه د 300 کاله ده د امریکای نه مخکې معاصر افغانستان چې جوړ شوی ده او په داسې و تاریخي جغرافیایي منطقه کې ده چې د هرې خوانه په ګاونډیانو باندې اعتماد نشته او جنګونه شوي دي او لښکرکشۍ شوي دي او دلته د هرې خوانه د شرق نه د غرب نه د شمال نه دا وشوي لیکن افغانان متحد پات شوي دي متحد د متحد معنا دا نه ده چې ټول 15 میلیون افغانان به په یوه خوله خبرې کوي خامخا به د فکر نظر اختلاف یو دا ده چې افغانان خپلو کې متحد پات شي جو بایدن وایي افغانستان د امریکا متحد نه او نه موږ د هغوی سره د یو اتحاد جوړولو لپاره تللي دلته تفاوت دغه شی دی مستقصد خو دا خبر هم صحیح نه ده افغانستان چې دغه جنگ کې دومره قربانی ورکړې ده اول د کله چې د روسانو سره د شوروي سره زموږ جنگ شروع شو امریکایانو په هغه وخت کې به فلمونه جوړول چې د روسانو نه خپله هیره بسرګندوله د شوروي په شکست سره افغانان وو چې د امریکې په میلیاردونو ډالره بودیجې ضایع کولو نه وژغورله او چې د روسانو په مقابل کې د ستورو جنگ او داسې نورو خبرې روانې وي خو اوس هم افغانان دي چې د تروریزم په لومړۍ کرښه کې دي او هر ورځ قرباني ورکوي د دې تروریزم لپاره قرباني ورکوي مصداق صاحب په دې اړه لنډ ځواب راکړئ په داسې حال کې چې هغوی له افغانستانه وځي وایي سپتمبر 11مه شلمه کلیزه کله چې د سپتمبر د 2000 لومړي کال تکرارېږي نو دوی به نه وي کله دا مسله په څرګند ډول په پام کې ونیسو کله ساس څرګندونه چې دلته ګویا ګډ کار روان دی او ګویا امریکا د یو نوی فصل په باب کې لکه نور حکومتي مسولین چې وایي قرار لري دغه څرګندونه تر دې وروسته څومره معنا ورکولی شي ګوره موږ ټول افغانانو ته معلومه ده چې دغه شل کاله جنگ د افغانانو جنگ نه ده دا د همدې ابرقدرتو جنگ ده دا پردی جنگ ده دا استخباراتي جنگ ده او اوس هم موږ په همدې جنگ کې اخته یو او غواړو چې دې جنگ ته خاتمه ورکړو
لدی کبل مونږ په ټولو خواو باندې ټول افغانان په ټولو خواو باندې غږ کوي چې د انعطاف نه کار واخلی یو بل ته سره تیر شي او په هر صورت سره چې کیږي نور د خارجیانو د لاس آله مه ګرځئ خارجیان دلته مونږ دپاره داسې څه نشي کولی لکه چې مونږ یې په خپله کوو نو مونږ باید په دې باندې پوه شو او په خپلو پښو باندې ودرېږو او یو بل ته د اخلاص لاس ورکړو لکه چې د روس په مقابل کې مو ورکړو لکه چې د 3000 د انګریزانو په مقابل کې مو ورکړو لکه چې مخکې له هغې نه مو د صفویانو په مخ کې ورکړو لکه چې مخکې له هغو نه مو د مغولو په مقابل کې وکړو او داسې نور او داسې نور او داسې نور نو بایدن افغانستان تاریخ نه درست خبر نه لري او دا د تاسف خبره ده چې د ده نظر ډېر منفي ده د افغانستان په باب من نمیزداخ صاحب نور مسئله ترا گرد و خواهی فرهادی دیدگاه شما بایدن از افغانستان اطلاعات کافی ندارد در مورد افغانستان چیزی را نمیدانه و این باعث شده که نظرات و تصامیم اخیر آقای بایدن بگیره همچنان گفتن که جنگ امروز جنگ بیگانگان است و نباید افغانها درگیری جنگ بیگانگان باشه اما سوال اینجاست که یک جنگی که بیگانه است بیگانه ها داره از دولت افغانستان فاصله میگیره و خروج قوای امریکایی و نتو تا 11 سپتامبر امسال بالاخره به صفر میرسه ولی جنگ بیگانه را آقای غنی ترسیم میکنه با این که اگر کسی در صف جمهوریت نمیستد پس اخراج شود از چارچوب دولت دیدگاه شما و بینندگان عزیز که همراه ما هستن بایدن بسیار راجع به افغانستان میفهمه خصوصا که بر از این آخرین استخبارات روز میرسه و در حقیقت جنبه تاریخی را که محترم مصداق صاحب گفتن خوب است اجازه بدین راجع به آینده گپ بزنیم به خاطر که مردم در یک حالت هستن که میخوان بفهمن که آینده چی شده میتونه نه روی مسئله هم صحبت میکنیم ولی گذشته ما حال ما شما حتما موافق هستین آقای فرهادی ربط بسیار جدی و غیر قابل شکننده داره با آینده افغانستان اگر مسئله را در نظر بگیریم آقای مصداق میگه که جنگ بیگانه است و گفتن که حکومت افغانستان در کل دولت افغانستان به خاطر بیگانگان جنگیده یعنی منافع و جنگ بیگانه ها بود ولی بیگانگان از جنگ افغانستان میبرن و در این حالت رئیس جمهور غنی خط میکشه تحت عنوان جمهوریت یک بار دیگر در وضعیتی که انتقاد این است که متحدین خیلی جدی و نزدیک خود را از دست میده در این چنین یک وضعیت این اظهارات به چی معنی بوده میتونه و تا چه حد میتونه حداقل در چارچوب حکومت افغانستان مفید واقع شه تا جایی که من رئیس جمهور شناخت دارم این ناشی از این است که نگران است به خاطر که نشان میده که جناح کابل زعامت کرده نمیتونه فعلا در جناح کابل فرقهای وجود داره خصوصا در شورای عالی مصالحه عالی بزرگا به این نظر هستند که اگر لازم شود که به طالبا یک پیشنهاد شود که عوض جنگ یک مشارکت قبول کنند و نظام فعلی را قبول کنند و برشان یک قسمتی داده شود در او صورت ای که خود آقای غنی دیگر رئیس جمهور نباشه برای شورای عالی مصالحه هم قابل قبول است و بر مردم افغانستان هم قابل قبول است یک چیز بسیار مهم است که آقای غنی مساوی به جمهوریت نیست یک رئیس جمهور است امروز میتونه نباشه نظام حفظ شود و جنگ داخلی از اون ما بچ شویم به اصطلاح و بتانیم که طالبان را جلب کنیم برای از اینکه جنگ نشه در افغانستان و همین افغانستان یک پارچه کنه تقریبا دو روز پیش در امریکا یک مقاله برآمده از یک معاون وزیر دفاع برآمده دیو زوخایم که قبلا معاون وزیر دفاع بوده پیش بینی کرده که در افغانستان آنچنان جنگ شاید بیاید که یک موج از مهاجرین مثل سالهای آخر سالهای روسا به طرف پاکستان بله و ایران امکان داره که روان شوند و این دو مملکت برشان گفتن که ما دیگر مهاجر نمیخواهیم پس یک نظر برآمده در امریکا که شمال افغانستان امن بسازن توسط تیارات خود
که طالبا از یک حد پیشتر آمده نتانند. مثلا اگر ولایت جنوب میگیرن و جنوب غرب میگیرن، شمال امن بسازن، به خاطر که مهاجرین افغان در خود افغانستان مهاجر شوند. درست. بیشتر برز مزرد جناب فرهادی سب، بیشتر در این مورد صحبت ها ممکن است شوند، ولی موقفی که رئیس جمهور غنی میگیره موقفی است که در جایگاه خودشان قرار گرفته باشه باید بگیرن. یعنی داره ایالات متحده آمریکا فاصله میگیره از کابل، همچنان نیتو در مورد حکومت افغانستان نظارت خیلی ضعیفی را داشتن و 11 سپتامبر هم ختم حضور نظامی خارجی ها در افغانستان است. در این چنین یک وضعیت آقای غنی که خودش چند سال قبل اعتراف کرده بود که بدون حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدینشان تا 6 ماه نمیتونه دولت ادامه پیدا بکنه، پس از کجا خودش میگه حالا خط میکشن و خطوط سرخ ایجاد میکنن؟ خب اول عرض کنم که در طول امی روز خبر برآمده که اصلا در 70 روز آینده تمام قشون امریکا میخواین که خارج شوند، یا تا 4 جولای، ماتل 11 سپتامبر نمیکنن. 11 سپتامبر انتهای آخرش بوده و اصلا خود بایدن آل که اینا خوب بدون قید و شرط میبرن و هیچ حمایت دیگه از حکومت آقای غنی نمیکنن. و ایام سببشی بود که وقتی که آقای غنی خواستار انتخابات شد، امریکایی‌ها و خارجی‌ها به این نتیجه رسیدن که اگر باشن ماتل انتخابات کنن در افغانستان خشونت بیشتر میشه، و در حقیقت اینا امرای طالبا یک قرارداد دارن که سر طالبا فایر نمیکنن و در انتخابات اگر خشونت شوه اینا صیبین هم بودن نمیتونستن، پس تصمیم گرفتن که شاهد از این حال نباشن و خارج شوند. در حقیقت آقای غنی روابط افغانستان با آمریکایی ها درست مدیریت نکرده در 2 سال اخیر و ای افسوس است که به این شکل آمریکایی ها میبرن که سخنگوی وزارت دفاع گفت که بعد از این روابط ما با افغانستان مثل روابط ما با هر کشور دنیا بوده میتونه. یعنی که ما اگر یادتان باشه که قرارداد استراتژیک داشتیم با آمریکا تا سال 2024 وام هیچ شده، یعنی یک تغییر بسیار کلان آمده، یک کشش زیاد ایجاد کرد آقای غنی با امریکایی‌ها که سبب شد که باز بلینکن اون نامه را برشون شده کنه و ای آمدن بلینکن در هفته گذشته یک چیز نمایشی بود، به خاطر که به هر صورت تا روز آخر اینا میخواین بگوین که ما امرای حکومت روابط خوب داریم، به خاطر که یک سیناریوی ویتنام نشد در سال 1975 وقتی که امریکایی‌ها خارج شدن. در روابط بین امریکا و حکومت افغانستان یک شکست کلان افتیده، متاسفانه ای را باید ما قبول کنیم. بعد از این امریکایی‌ها تنها کمک بشری میکنن، کمی کمک اقتصادی میکنن و کمی کمک نظامی میکنن که معاشا را میتن، تنها به کسایی که باز انتخاب میکنن که به کی معاش میتن و بسیار اطور مثل سابق، ولی گپ مثل 4 میلیارد نمیباشه. ببخشین که روزه سوال شما از پیشم رفت. سوال مشخص اینجاست که اگر رئیس جمهور غنی موقف قوی را بعد از این میگیره و ایالات متحده آمریکا جمع نیتو هم حامیش نباشه، آیا در این چنین وضعیت اظهارات که آقای غنی میکنه یا حمایت را که از جمهوریت نشان میده و بیشتر آمادگی ها گفتنی این است که برای یک جنگ علیه طالبان گرفته میشه که نمایانگر یک جنگ داخلی است، بسیاری ها در این مورد نگران هستند و علت عمدهش این است که طالبان در مورد پروسه صلح افغانستان و نشست هایی که در مورد صلح افغانستان برگزار میشن، مثلا نشست استانبول بود باید برگزار میشد ولی طالبان به اعتنایی کردن و گفتن که در هیچ نشست تا زمانی که قوای خارجی از افغانستان بیرون نشان شرکت نمیکنن. حالا در این چنین یک وضعیت آقای غنی موقف گیری میکنن بدون حمایت ایالات متحده آمریکا و نیتو ممکن است؟ بله، آقای غنی فعلا در انزوا هستند، نه تنها در انزوا نسبت به طالبان و همسایه افغانستان که پاکستان باشه، چون که امروز باز با پاکستان کلمات تخریش بار گفتن، بلکه در انزوا از دیگر جناها در مابین کابل. خب فقط به آقای غنی اون مقصر ریاست جمهور مانده و عنوان رئیس جمهور، اما اصلا دیگر چیز زیاد نمانده و
مردم افغانستان با طالبان می جنگند بله اگر طالبان کوشش کنند که در شهر کابل داخل شوند جنگ میشه بله و این جنگ به معنای از این نیست که کسی به خاطر نگه داشتن اشرف غنی در ریاست جمهوری جنگ میکنند نه مردم از جان خود جنگ میکنند مردم مسلح هستند در مابین شهر کابل مردم مسلح هستند در شمال افغانستان های مسلح وجود داره و اینا به ضد طالبان می جنگند و یک جنگ در افغانستان میشه اگر صلح نشه که پسان اگر اجازه بدین که باز میگیم که اگر ما حکیمانه رفتار کنیم صلح هم امکان داره شود درست است روی این که فرصت ها تا چه حد هنوز هم وجود داره بس خواهیم داشت جناب فرهادی سپاسگزار هستیم جناب سرور از دید شما سفیر بودین در هندوستان به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حالا وضعیتی را میبینین همین جمهوریتی که با حمایت ایالات متحده آمریکا جمع نیتو و متحدینشان در افغانستان به وجود آمد پایگزار شد و بعد از آن ما دیدیم که یک جنگ شدید از سوی طالبان آغاز شد حملات خیلی خونین بالای قوای خارجی و آمریکایی در افغانستان انجام شد تلفات خیلی زیاد دادن و تعدادشان به هزارها میرسه امروز با تصمیم نهایی که خروج حالا مطرح است در نیمه امسال یا احتمالاً تا 11 سپتامبر از دید شما ما با کدام سوراوان هستیم و موقف گیریه که دولت افغانستان میکنه تا چه حد میتونه مؤثر باشه برای حفظ جمهوریت بله با عرض سلام به شما به جناب آقای مصداق به جناب آقای فرهادی عرض کنم که شما برای به گذشته کردین و این بسیار مهمیت است که ما درک بکنیم که در گذشته چی اتفاق افتاد اگر ما سال 92 را در نظر بگیریم که قرار بود که جناب آقای بن سلمان یک پلان 5 فقره‌ای داشتن و این پلان را بیارن و بالاخره یک هیئت تعیین شده بود همچنین در اروپا که اشخاص تکنوکرات می آمدن در داخل کابل و دولت را تسلیم می گرفتن و بعد هم می رفتیم به طرف یک دولت موقت انتقالی و بعدش هم انتخابات و دعوت می کردن تبعاً از مجاهدین که داخل افغانستان می شدن اما بازی به شکل پیش رفت که نه اود واقع شد نه مجاهدین آمدن کدام دولت را گرفتن جنگ های داخلی شروع شد به اینا صلاح دادن هر حامی از اینا خود از اینا را سپورت کردن و شد کشتار و ویرانی و آوارگی و بیچارگی که شما هم خبر دارید و بعدش مجاهدین هم کابل را فرار از کابل فرار کردن از شهرها فرار کردن و گذاشتنش ساده به دست طالب که اصلا کسی تصور نمیکرد که اینا بین خود جنگ میکنن و نیروی سوم که طالب باشه یا اینجا قدرت را به دست میگیرن ما گمان میکنم که اوضاع افغانستان سناریویی که برش نوشته شده بود بعد از برآمدن اتحاد جماهیر شوروی و بعد از شکست شوروی و دولت افغانستان و بعد آمدن مجاهدین و به ترتیبش طالب این سناریو مو در مو اجرا شد و در امو زمان که شما هندوستان را اشاره کردین من بعد از آمدن طالبا یکی دو سفر به هند داشتم و در اوج امکاناتش برام زیاد بود که صدر اعظم و وقتش آقای گجرال که دوست ما بود دید خانم گاندی را چند بار ملاقات کردم وزیر خارجه و دوستای دیگه که در اوج بودن دو مسئله در اوج بود یکی ای که اینا طالب را مخصوصا چندین کتاب هم در این مورد نوشته شد در اون زمان یکی آقای سردهار بود یکی ژورنالیستی که محقق بسیار خوب بود در بخش نظامی و دفاعی اینا که یکی اینا طالب را می‌دیدن به عنوان یک پروژه پاکستان به خاطر عمق استراتژیک و یکی کتاب دیگری که پروفسور چوپرا نوشته کرده بود که او هم یکی از اشخاصی بود که منطقه را بسیار می‌شناخت و یکی از متخصصین منطقه بودن اینا کتاب را نوشته کرده بودن در مورد مسئله تیل و ای بریداس و یونیکال و نقش یونیکال در بابین افغانستان و ارتباط یونیکال و طالب میبینید این بازی های بسیار پیچیده که وای از یک نقشی بسیار بزرگ که اصلا ملت افغانستان نه خبر داشت و نه کدام شراکت داشت و حال که ما در این مرحله رسیدیم و امریکایی ها میخواین از افغانستان خارج شدن بسیار دوستان میگن که این غیر مسئولانه هست این دفعتن هست در حال که این دفعتن نیست حداقل ما نریم 2014 ما بیاییم به سال همین دو سال پیشتر را در نظر میگیریم اینا قرارداد را بسته کردن در دوحه و آقای خلیلزاد آمد همین قرارداد را همیشه خدمت جناب رئیس جمهور
آقای غنی برشان دادن، اینا مطالعه کردن و سرشور دادن و کدام اعتراض نکرد. درست است که این قرارداد یک مقدار یک جانبه بود و اینا بسیار تشجیع کرد طالب ها را، اما دولت افغانستان از تمام مسائل خبر داشتن، میتونستن که از دو سال قبل آمادگی بگیرن. اما حتی هیئت را که ما فرستادیم به دوحه، شما دیدین که شش ماه راجع به آجندا صحبت کردن، بعد نشستن با هم دیگر، آجندا تمام شد، گفتن چی کار میکنین؟ گفتن ما بالای اصول صحبت میکنیم. این وقت کشی به خاطر چی بود؟ ما اصلا متوجه هستیم کدام طرف میریم. راجع به قربانی شما صحبت میکنین، شما ببینید که امروز همین حالتی که شما در افغانستان در داخل هستین، چقدر ما قربانی میریم. این وقت کشی که شما اشاره دارین جناب سرور صاحب، بعضی ها با این باور است که کابل توقع داشت که جو بایدن زمانی که من حیث رئیس جمهور کار خود را آغاز میکنه و وارد میشه به اول و یا قصر سفید، اونا در مورد افغانستان شاید توافق دوحه را لغو کنن، حمایت بیشتر از کابل ایجاد شه، یک بار دیگر ما برگردیم قبل از 2018 وضعیتی که بود و یا حتی 2014. این وضعیت ها واقعا باعث شد که در کل کابل بخصوص ارگ ریاست جمهوری فکر کنه که خب ما منتظر میمانیم، تلف کنین وقت را، هرچی هست فقط ادامه بتین بازی بکنین. بعضی ها به این باور است، شما با این موافق هستید؟ متاسفانه به هیچ صورت موافق نیستم. اول خود جناب آقای اشرف غنی سالها در امریکا بودن، باید با سیاست امریکا آشنامی بودن که سیاست امریکا همیشه سیاست مثل افغانستان نیست که هر کس آمد امارت این آن ساخت. اونا سیاستشان وقتی که هر دولت، هر رژیم، هر پارتی که میاید همون سیاست قبلی اینا تعقیب میکنن. و آقای بایدن هم قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسه بارها تکرار کرد که یک جنگ ناتمام هست، یک جنگ فرسایشی هست، ما در جنگ بسیار تلفات داریم و افغانستان کشوری نیست که قابل متحد ساختن باشه. ما باید از تمام از این صحبت ها، از تمام از این سیگنال هایی که بر ما داده می شد باید می آموختیم. حالا بگذاریم که چی شد، ما چقدر اشتباه کردیم و از این گذشته، ولی در حال حاضر که بود و نبود ما مطرح هست و داریم یک طرف یک کنفرانس را که بر ما مایام احساسم بریم و بیشتر اشاره کردن دوستا راجع به نقش قدرت های منطقه و جهانی. این کنفرانس، در این کنفرانس تمام قدرت های منطقه اشتراک دارن، تمام قدرت های جهانی که اگر روس و چین و امریکا باشه اشتراک دارن. این وقتی است که روی فرصت ها صحبت میکنیم، ولی آخرین سوال در مورد چیزی که تا این دم شد میخوایم از دیدگاه شما بشنویم جناب سرور. اشتباهات بود، خودخواهی ها بود، جنون و تشنگی قدرت مطرح بود، اتهام وارد شده این مورد بالای هر دو طرف، هم طالبان هم کابل، و همچنان بعضی از محاسبه های غلط سیاسی هم نام برده میشه در این مورد که یادآور شده. حالا در این چنین یک وضعیت، چیزی که امروز من حیث یک موقف از طرف کابل گرفته میشه، چه فکر میکنین؟ یک موقف کنکرت و ثابت خواهد بود، یک موقفی است که نتیجه خواهد بود، یا فکر میکنین که ما را اوتومات سوق میکنه با تکرار تاریخ؟ حالا ما خودم وقت خبر صحبت جناب رئیس جمهور را شنیدم، راستش بخواهیم تعجب کردم، برای که یک همچنین لحن و ادبیات که ما خط اندازی بکنیم، این میتونه که امی نفاق را عمیق‌تر بسازه. این وقت نیست که ما از لحن که در اون بوی صلح نمی آید، در مقابل مردم که در داخل هموطن‌دارای ما هستند و همچنین در مقابل کشورهای خارجی، ولو پاکستان تا به امروز هر سیاستی که داشته، ولی همسایه بسیار مهم ما هست، مرز بسیار طولانی داریم، ما روابط فرهنگی اسلامی همه چیز رو با پاکستان داریم، هم صلح بر ما و هم صلح بر پاکستان یک مسئله حیاتی هست. باید در این وقت ما لحن صلح‌آمیز داشته باشیم، نه تنها در مقابل طالب، بلکه در مقابل قوت هایی که در داخل است، مردم افغانستان که اینا تمام مدت تحت فشار بودن، رنج اونا تحمل کردن، قربانی رو اونا تحمل کردن. اگر ما با این لحن و با این سیاست ها پیش میریم، متاسفانه به جایی نخواهد رسید. پس لحن باید چی باشه؟ خیلی کوتاه. من یک نقل قول میکنم از رئیس جمهور پیشین دکتر نجیب الله. گفتن بالای مجاهدین صدا زدن، گفتن بیاید آشتی بکنیم. به گفته خودش زانو به زانو می نشینیم، شوروای وطنی جور کرده به یک تفاهم با هم می رسیم.
و پاسخ مجاهدین را شما شنیدین و بعد از آن که طالبان ظهور کردن چوک آریانا را همه به یاد دارن. این بود صدای خیلی پر از تمکین رئیس جمهور پیشین که ما در تاریخ داریم. امروز شباهت هایی که داریم و شما هم با بعض مسائل اشاره کردین، او موقفی که دکتر نجیب الله گرفته بود خطوط نکشیدن، چیزی که شما گفتین که رئیس جمهور غنی حالا خطوط میکشه، و یا موقف رئیس جمهور غنی که میگن جمهوریت اولویت است، هر کی در داخل چارچوب جمهوریت میه لبیک، در غیر آن جا نداره. این دو موقف در دو وقت خیلی شبیه هم که افغانستان تقریبا با یک ریولوشن یا انقلاب مواجه بوده، از دید شما کدامش بهتر بود، آقای غنی یا دکتر نجیب الله؟ دکتر نجیب که تقریبا میگفت که بیاین هر امر و خدمت شما بگوین و مردم افغانستان بگوین مالا بایک میگین، یا رئیس جمهوری غنی که میگن که جمهوریت خط سرخ است، انتخابات یگانه راه حل؟ ولی ارز کنم که اول که راجع به شهید دکتر نجیب الله شما صحبت کردیم، ما از جانب شهید دکتر نجیب الله پیامشان را برون بردم. ما از جانب از اینا با پیر سید گیلانی که خدا رحمتشان کنه صحبت های داشتم، ملاقات اینا را من تنظیم کردم در سویس و یگانه شخصیتی که قبول کردن که صلح بیاید در افغانستان و بر خود هیچ چیز نمیخواستم اونا بودن. با جناب آقای حکمتیار ملاقات را من تنظیم کردم از لندن، مشنون صحبت های مرا، و با بسیار نفر دیگه از طرف آقای صفت الله دیگه که ما تلاش عظیمی خود را کردیم. و جناب شهید دکتر نجیب الله بارها اعلان کرد که بر خودشان چیزی نمیخواد و اینو ما شون دیدیم، سر این صحبت نمیکن. من با جناب رئیس جمهور کنونی، خداوند زنده داشته باشیشان، شناخت کافی داریم، ما صحبت های زیادی در دیلی داشتیم، دوبار سفر کردن در اونجا، ما هم ششتیم، از نظراتشان تا حدود من خبر دارم، میفهمم، اما سیاست هایشان کاملا سیاست های جدا هست. همیشه دکتر نجیب شعار میداد که ما باید که همدیگه را وصل کنیم. خب یعنی همه چیز، یعنی هیچ قید و شرطی وجود نداشت. با گفته خودش با طرز افغانی می نشستن زانو با زانو و بالاخره یک مصالحه و تفاهم به وجود می آمد. نشد، نپذیرفتن مجاهدین. حالا هم رئیس جمهور غنی خطوط میکشه و میگن که ما تاریخ آموختیم، در گذشته صحبت کردن، گفتن که ما بدون قید و شرط پیش نخواهیم رفت و جمهوریت خط سرخ است. امروز هم مطرح کردن این مسئله. نگفتن که از جمهوریت باید یک تعریف داده شد. امکان داره که طالب هم جمهوریت را قبول بکنه. امروز تمام مردم افغانستان جمهوریت میگن. کدام جمهوریت؟ داره جمهوریتی که مشخص نظر خودشان در میشه مطرح است، باید او را خیلی بگن که این جمهوریت. ما اول باید با طالب بشینیم صحبت بکنیم. اگر اینا کاملا قبول نکردن و گفتن نه، ما امو امارات و امو سیاست های دیروز خود را تعمیل میکنیم، در اون صورت نه تنها آقای غنی که ملت افغانستان مقاومت کرد، همه مقاومت میکنه. و او شرایطی که در او زمان بود، در زمان 92 و در وقت سقوط دولت شهید دکتر نجیب، امروز نیست. امروز ما یک اردوی منظم داریم. امروز کشورهای جهان همه ظاهرا پشتیبانی میکنن از موقف افغانستان، از دستور در افغانستان. زمان در دور، یعنی روزهای اخیر دکتر نجیب، فکر نمیکنیم اردوی قوی تر، حتی قوای هوایی قوی تر و نظم و دیسپلین در داخل نظام افغانستان بیشتر بود؟ کاملا درست است، منتها در اوج دستایس در کار بود. اگر خیانت های صورت نمی گرفت و دولت از داخل نمی شارید و شکست نمی خورد، هیچ کس این قدرت نداشت که این سپاس شکست بود. بسیار تشکر جناب سرور صاحب، دوباره برمی گردیم. تر وقفی روز تا با سربیر پرده چه پا ولسمشر بانده انتقادون هم دیر دی امریکان ملاتر در کابل مورال باندې څومره تاثیر لري او هغه موقف شینې چې په هغې باندې څومره تاثیر لري. طالبان وایي مذاکره نه کوو او کوم انتخابات، او وخت به ولسمشر غني وایي که جمهوریت کې څوک ځایېږي بسم الله غیر د هغې نه ځای نشته ورته. نو د سولې پروسه څه شوه او دا سیاسي توافق چې تمه یې کېده د درې کالو شاوخوا موده کې باید رامنځته شي، هغه څنګه کېږي؟ په دې بحث کوو. فرصتونه هم شته که نه؟ دا به بلاړوي. ارګ او یوازې د ولسمشر ټایټل یا عنوان د ولسمشر غني لپاره پاتې دي. د دوو میلمنو څرګندونې وې چې د ښاغلي
مستاق صاحب سره مطرح کول غواړو. مستاق صاحب، فرهادي صاحب وایي یوازې ارګ او د ولسمشر عنوان پاتې رئیس جمهور غني ته، او دغه راز کله چې سرور صاحب نه موږ پوښتنه وکړه د جمهوریت په هکله، دوی ویل چې کوم جمهوریت، عین مسله د طالبانو ویاند هم په یو مرکه کې یاده کړه، کله چې ورته ویل شو چې ټاکنې او جمهوریت، دوی ویل کومې ټاکنې او کوم جمهوریت. سا ځواب په دې هکله څه دی؟ رښتیا هم ولسمشر ته یوازې ارګ او د ولسمشر عنوان پاتې دی؟ ګوره، د ولسمشر په طرحه کې چې د ترکیې د یووالي لپاره یې وړاندې کړي، دا په هغه کې د سولې حکومت ده. د سولې په حکومت کې بیا به فیصله کړي چې دوی څه شی غواړي. تر هغه وخته پورې رئیس جمهور چې یو منتخب رئیس جمهور ده، دا یې مسؤلیت ده چې د افغانستان د ګټو نه، د افغانستان د لاسته راوړنو نه، او افغانستان ته د یو باعزته د سولې لپاره کار وکړي. او په دې باندې دای همیشه اصرار کوي چې زه حاضر یم هر ډول قربانۍ ته. خو ډېر تنقیدونه په ده باندې وو چې دا خپل ځان لپاره غواړي چې فضا آرامه کړي، چې تو د 15-16 کاله نور هم په آرامۍ سره تیر شي. خو ویل چې نه، زه حاضر یم انتخابات مخکې راولي، او هر څوک چې د ملت لخوا نه منتخب شو، زه حاضر یم چې هغه ته قدرت وروسپارم. نو داسې نه ده چې رئیس جمهور تنها د خپل ځان لپاره کار کوي او د خپل ځان لپاره هر څه نه تیر ده او کرښې هم راباسي، او داسې خبره نه ده. ښه، په لاس کې څه لري؟ لکه په پیل کې مستاق صاحب چې باس وشو، فرهادي صاحب وایي یوازې ارګ او د ولسمشر عنوان نه نور پاتې دی. ډېره مهمه نه وه د امریکا ملاتړ؟ د بی اس ای برخلیک څنګه شو؟ صفا څړون چې نیټو سره موجود و، مثلا بی اس ای کې وایي دوه کاله مخکې دواړه لوري حق لري چې دغه تړون لغوه کړي. دوه کاله مخکې نه چا په بی اس ای بحث و کنه بل شی. آخري موقف د نیټو او د امریکا دا و چې موږ یو ګډه اعلامیه ورکړه د فبروري په 9مه په 2020 کال کې، په عین ورځ چې دوهې کې تړون طالبانو سره موږ لاسلیک کوو، د ګډه اعلامیه کې ټول شیان راغلي. هغه اعلامیه که بی اس ای او صوفا، کوم یو ډیر مهمه؟ په صوفا باندې ولې نن ارګ هیڅ بحث نه لري؟ ولې ولسمشر نوم نه وایي؟ دغه تړونونه څه شول؟ نن ولې دغه یو ډول یو حالت پاتې دی چې ګویا افغانستان صفر کې ولاړو، بالاخره یو ای فور ورخه کې یو ګډه اعلامیه ټول مسایل او دغه تړونونه لغوه کوي؟ افغانستان سره ناتو او امریکا ستراتیژیکي اړیکو تعهد لري، او د امنیت د اردونه او د پولیسونه د موږ سره د کومک بین المللي معاهده لري چې تر 2040 پورې به دوام وکړي. رئیس وزیر خارجه دوی اوسي، لیکن هغه خپل کومکونه وزیر خارجه یې دلته راغلو، رئیس جمهور سره د ډاکټر صاحب عبدالله سره یې په بیل ډول وویل چې زموږ بشري کومکونه او زموږ کومکونه د اردو د تقویې لپاره د پخوا په شان ته به دوام وکړي. نو رئیس جمهور هم وایي چې وخت چې موږ په خپله 94% ټول عملیات په خپله کوو، او په دې تیر کال کې یو تن خارجی هم د توهې د تعهدنامې په اساس سره نه دی وژل شوی، او یوازې د عسکرو په تربیه کې او کله کله په هوایی کومکونو کې. صحیح، تاسو وایي بی اس ای نه ده مړه، نه صوفا مړه ده، هغه دوه تړونونه چې امریکا متحده ایالاتو او نیټو سره موجود دي. او دوی په خپل اعتراف کوي چې دا پر ځای دي. په خپل عمل کې بیا څنګه دي؟ عمل کې خو مونږ تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی لیدلی چې دوی وایي چې مونږ دننه ووتو، خدای په امان، تاسو چې هر شی کوئ وی کوي. دوی ویلي دي چې مونږ به د سولې لپاره، مونږ به په افغانستان کې د تروریزم په مقابل کې، مونږ به د افغانستان د حکومت سره په هغو تعهدونو چې مونږ کړی دی ورسره ولاړ یو، کومک به کوو. صحیح ده، ډېره زیاته مننه کوو، بېرته درګرځم. مساق صاحب، جناب فرهادي صاحب، واقعا بی اس ای مرده و همچنان صوفا که با نیټو بوده، یا هنوز طوری که آقای مصداق میگه چشم کابل به طرف این دو قرارداد با ایالات متحده امریکا و نیتو است؟ آیا زنده است این قرارداد یا مردن؟ ببینید صاحب، همی سفیرهای کشورهای ناتو تا 10 روز پیش
هم به انجیو های خانما هم به کلگی میگفتن که ما تا وقتی که آفتاب نشست دنیا شوه ما تا بستر خواب هم همراهتان میباشیم کدیتان میباشیم. حال خبر آمده که یک ماه بعد سفارت های خود بسته میکنن و همچنان اتباعی خود گفتن که فوراً از افغانستان خارج شوید. مثلا سفارت جرمنی، فرانسه و اینا و هر کسی که سفت از پیشان و از این پاسپورت ها را دارن گفتن که خارج شوید. باید است که ما خود بازی نتیم و امریکا از خاطر از افغانستان خارج شد که دیگه جایی داره که باید توجه کنه. در پاسیفیک میخواید توجه کنه. پس بیسو صفا مرده. نه تنهایی که قراردادها از دید شما مرده بلکه وضعیت بدتر از آن است که ارگ ریاست جمهوری فکر میکنه. بله به خاطر که ما باید حقایق حال بر مردم بگوییم به خاطر که مردم حساب خدا بفهمه. نمیتونیم که امید بتیم به مردم به چیزایی که یک روی یک کاغذ است. چرا آقای فرهادی اگر وضعیت اینچنین است مثلا خود رئیس جمهور بایدن میگه ما سفارت خود را در افغانستان نگه میداریم. حتی در مورد اینکه CTU یا کانتر تروریسم یونیت یا گروه مهار رزافغانی ایالات متحده آمریکا که وجود داره اینا هنوز هم میگن تصمیم نگرفتن و در این مورد هنوز صحبت های پابرجاست. همچنان سفارت ایالات متحده آمریکا هم بعضی هم میگن که در حالت افزایش است، مکان فیزیکیش که در کابل است و همچنان بگرام هنوز پابرجاست و اونجا تغییرات کسانی که نزدیک هستن گفتن که دیده نمیشه و این چیزی بود که طالبان را مشکوکتر و مترددتر در مورد پروسه صلح افغانستان با خصوص خروج قوای خارجی از افغانستان ساخت. حالا چیزهایی که شما میگین حتی سفارت های کشورهای دیگری آمادگی دارن وجود نداشته باشه. ولی زمانی که وزیر خارجی ایالات متحده آمریکا با در نظر داشت صحبت های جو بایدن اخیراً با کابل آمد به گفته آقای مزداق هم که اشاره داشتن به هر دو رهبر حکومت فعلی افغانستان اطمینان داد که بیسه پابرجاست، ما تا 2024 همون تعهدات که در تایی قرارداد کردیم عملی میسازیم. دیدگاه شما؟ خب خدا کنه برجا باشه، اما از چیزی که من میخوانم در این طرف و طرف همونطور فهمیده میشه که اگر جنگ داخلی در افغانستان شروع شوه نه این سفارت ها میمانه و هم میخواین که فاصله بگیرن و اگر حکومت افغانستان سر مردم افغانستان بمباری کنه که حال خود جنگ بین طالبان و بین حکومت است و یعنی حکومت اگر است. قبل از همه موارد شما اگر ذهنتان درست خوانده باشه ما صحبت های شما را دقیق و دانسته باشیم جناب فرهادی، شما فکر میکنین یک جنگ داخلی حتما در راه است و این کشورها آمادگی دارن افغانستان را بهار خودش رها بکنه و اینجا دولت افغانستان خواهد بود، طالبان خواهد بود، گروه های دیگر خواهد بود که شما قبلا گفتین کابل حتی همه مسلح شدن و یک درگیری و یک جنگ داخلی به سابقه یا به مانند 1990 تکرار خواهد شد. این فکرهایتان از کجا منشأ میگیره؟ چرا اینقدر بدبین هستین؟ این فکر رو از چه منشأ میگیره؟ از چیزایی که در مطبوعات آمریکایی خوانده میشه، پیشبینی میشه که در 2 سال حکومت سقوط میکنه به دست طالبان و الا اگر حکیمانه یک چاره شود که شورای عالی مصالحه به زودی به طالبان یک پیشنهاد تقسیم قدرت بده که برای اونها قابل قبول باشه. اگر نی طالبا از رفتن قشون خارجی از 4 جولای به بعد 70 روز بعد به بعد و در استانبول هم نمیان طالبا به خاطر که میخواین که حکومت آقای اشرف غنی در انزوا قرار بدن، طالبا استفاده میکنن برای از اینکه بعضی ولایات بگیرن. هلمند، فرا، قندهار در خطر از ایست که بدست طالبا بره. جنوب در شمال غرب افغانستان نقاطی بدست طالبا میفته. در شمال افغانستان در قندوز و بلخ شما میفهمین که چی شده در سابق و در اونجا در یک وقت اگر 2 مشکل نظامی رخ بده حکومت 2 جنگ در یک وقت نمیتونه. مشکل اکمالات پیدا میشه، اکمالات از راه زمین میرسه، راه ها را قطع کردن، راه ها را قطع میکنن، راه ها در دست حکومت نمیباشه. شما دارین از فیلم های یا داکومنتری های مستند 1990 قصه میکنین جناب فرهادی. شما قبلا گفتین که بعد از هیچ میشه روی این صحبت میکنیم، پس با در نظر داشته دیدگاه شما که بدبینی زیاد بود و شما امیدواری زیاد نداره،
فرصت هم وجود داره؟ اگر فرصتی هست چه فرصت است؟ فرصتی است که در کابل یک جناح واحد تشکیل شود. اتو کسی با کسی اختار نده که خط میکشون که ما جمهوریت هستم، نام ما محمد اشرف غنی است، ما جمهوریت هستم، شما دیگه چیز هستید. نه، حال فعلا اهم مردم افغانستان در مقابل طالبان قرار گرفتن. طالبان یک گروهی که خشونت ادامه میتن، در کنفرانس صلح نمیاین، شاید که برشان از خارج گفته میشه که شما چی بکنین، و مثل سال 95 که باعث یک میلیشیا آمدن و قسمت زیاد افغانستان رو بدون جنگ گرفتن. پس اینجا میخوام مشخص از شما داشته باشیم مسئله را که رئیس جمهور میگه کسانی که در صف جمهوریت نمیستند از صف دولت اخراج خواهند شد، هدفشان کیست؟ کم دشمن داشت که حالا به خود دیگه دشمن هم خلق میکنه. مثلا کی حالا تارگتش برایشان، هدف کیست؟ امکان داره همین بعضی رهبرهای سابق جهادی که اینا نفرهای مسلح دارن. امروز در هرات یک مجلس شده که در امرای اسماعیل خان نفرها مسلح آمدن، و در شمال افغانستان جنرال دوستم نفرای مسلح داره، جنرال عطا نفرای مسلح داره، همگی نفرای مسلح داره. یک حاله و حتی این شنیده میشه که میلیشه های نو در حال ساخته شدن هستند، و در حقیقت هیچ تضمینی یعنی گروه هایی که شما نام میبرین جناب فرهادی چی وقت غیر مسلح بود؟ در 20 سال اگر حداقل صحبت کنیم لازم نداشتن که سلاح خود استفاده کنن. اما حال اگر جنگ با طالبا شوه، اینا مجبور استن دست به ماشه ببرن، به خاطری که باید است که از موقعیت جغرافیایی خود دفاع کنن. و اگر رئیس جمهور نتونه که زعامت همگیر داشته باشه و به اینا اختار بده، اینا خمالندار گپشه گوش نمی کنن. سپاسگزارم از شما خواهی فرهادی. جناب سربار صاحب، از شما میخوایم بشنویم تفاوت هایی که وجود داره و همچنان شباهت های. بسیار زیاد صحبت ها کردین در دو سال، با خصوص یک و نیم سال اخیر که در 1990 و 1980 چی گذشت بعد از 2001 و حالا در 2021 چی شباهت ها و تفاوت های وجود داره، ولی یک مورد مشخص میخوایم از شما داشته باشیم. صحبت های آقای مصداق را شنیدین، اونا گفتن که دولت افغانستان پا برجاست، متحدینشان همراهشان است، ایالات متحده آمریکا و نیتو دو قرارداد داره عملی میکنن، چی اینا حضور نظامی داشته باشن یا نه. و آقای فرهادی که میگن که سفارتخانه ها در حال انخلاء هستند و همچنان گفتن رئیس جمهور غنی با انزوا رفته و تنها ارگ ریاست جمهوری و نام رئیس جمهور با آقای غنی مانده و سایر مواردی که شما از آنها شنیدین و گفتین که حتی با 4 جولای ممکن است که قوای خارجی از افغانستان بیرون شود و این یعنی جنگ داخلی. دیدگاه شما؟ اولا که ما آرزو میکنم که ما به طرف جنگ داخلی نریم، چون جنگ بسیار ویرانگر خواهد بود و تلفات بسیار بسیار شدیده به مردم افغانستان که در 40 سال در جنگ خونریزی و بیچارگی بودن وارد خواهد کرد، کشورهای منطقه را تستشان را بازتر خواهد کرد و این جنگ بیرون از سرحدات افغانستان گسترش خواهد داده. امیدوار هستیم. اما در وقت سال 92 شکست حکومت دکتر نجیب الله، در اون زمان هیچ کشور پشتیبانی نکرد از اون دولت، ولی حال ما میبینیم که تمام کشورهای ناتو، کشورهای همسایه ما، کشور هند و شاید بعضی کشورها، اینا در دل خود نمیخواهند که این سال به شکل امریکا میخواهد در افغانستان بیاین، اما ظاهرا ما میبینیم که همه میخواهند که یک سال بیاید و این یک فرصت بسیار بسیار خوب است، فرصت فوق العاده است، فرصت حیاتی است و فرصت آخر است که ما از این باید استفاده بکنیم و تضمین. یعنی شما از حمایت کشورها یاد کردین و گفتین که دکتر نجیب در آن زمان در زمان حکومتداری خود این حمایت ها را نداشت، یک کشوری هم نبود، گرچه سازمان ملل اونا را بردن با خود پناه دادن و اطمینان ها هم داده شده بود که شما را چیزی نمیشه و سایر موارد. و حالا هم یک وضعیتی است که در روی ورق چیزی نوشته است، آیا کدام ضمانتی است که کشورها حمایت خود را ادامه میتن، یا چیزی که آقای فرهادی میگن سفارتخانه ها در حال انخلاء هستند و با کارمندان خود گفته که آماده خروج از افغانستان باشین. البته نظامیان نه، ملکیان، سفارتخانه ها. این وضعیت اگر در نظر بگیریم، این ضمانتی هست که کشورهای حامی از جمهوریت
و یا دولت فعلی افغانستان وجود داره هنوز؟ متاسفانه هیچ ضمانتی وجود نداره، برای اینکه ما در یک حالت بسیار ضعف و بیچارگی قرار داریم. ما نمیتونیم که ادعای بکنیم در مقابل ایالات متحده آمریکا یا فرض کنیم سیاستهایی که روس در زمانش بازی کرد علیه افغانستان و افغانستان به او حالت انداخت، ما زور ما به اونا نمیرسید. پس ما دیدیم که متاسفانه همه پیش امو روسی که ادعا میکردیم که آمد اشغال کرد و مذهب و همه چیز گرفت، به او مراجعه کردیم و از قدرت خواستیم. بنابراین ما او توان متاسفانه یک فرصت واقعی قابل محاسبه و در دست، یعنی اویلیبل، قابل دسترسی وجود داره از دیدگاه شما؟ دلی. اگر فرصتی هست چی فرصتی هست؟ گفتین که حمایت کشورها هنوز وجود داره، ولی گفتین که هیچ تضمینی وجود نداره که یک بار دیگری کشورها پشت به طرف افغانستان، دولت افغانستان بکنن و همه تعهدات که در قبال افغانستان داشتن را به باد فراموشی بسپارن و در نهایت افغانستان وارد شود به یک وضعیت خیلی ناگوار. چه پیش بینی میکنین؟ فرصتی اگر وجود داره در این زمانی که ما صحبت میکنیم و ما را میتون رهبری بکنه به طرف صلح، چه فرصتی است؟ فرصت همی هست که ما این نزاع بین خود را خاتمه بدیم. ما با عنوان یک مشت واحد، یک صدای واحد بریم به طرف استانبول. اگر شما میگین که مسئله ضمانت هست، قدرت های بزرگ اینا میخواین کمک بکنن، ولی اما وقتی که میبینن که ما آمادگی نداریم، ما نمیخواییم که بین خود بشینیم و مشکل خود را حل بکنیم، اینا هم ناامید میشن. اینا دیگه کدام اجباری ندارن، مسئولیت ندارن که حتما دست ما را ساخت. یعنی میخواین بگوین آقای سرور تنها فرصتی که امروز داریم فرصتی است که هنوز جنگ داخلی آغاز نشده؟ ما باید با تمام قوتی که داریم، تمام با او حالت البته که پیش بینی میشه، فرصت هست در ما. همین الان من بر شما عرض کردم که این کنفرانس استانبول میتونه تمام قوتای را، ولی طالبان میگه ما هیچ شرکت نمیکنیم در نشست استانبول، و شما دیدین 16 اپریل بود، بعد 24 اپریل بود و امروز هیچ صحبت جدید از نشست استانبول نداریم. ما فکر میکنم که طالبان میخواین امتیازهای بدست بیارن در جنوب امریکا و ترکیه، به این سبب یک مقدار هنوز جواب صریح ندادن. اما احتمال از این هست که این کنفرانس دایر شود. اما ما چطور میتونیم استفاده بکنیم؟ اگر ما به این شکلی که هر کدام با یک طرح و با یک پیشنهاد در اوج بریم و در اموج خود ما بین خود دعوا بکنیم، شما دیگه انتظار نداشته باشین که آلمان و انگلیس و امریکا فرانسه بیاین ما را کمک بکنه. دیر از یاد من نکو جناب سرور صاحب. مصداق صاحب، یوه دقیقه که دری دقیقه که بده بحث روان غارو، یوه پوختن دری ورنه اگه دا چه تر طولو وضعیت سوگ ننگوی دا افغانستان حکومت چه واقعا طور پیدا تروس هم نگواری طالبان و سرداس یا سوله وشی یا سیاسی توافقی پاقی که قربانی ورکره چه قدرت مطرح نوی دا افغانستان لجگری دا ویستلو مسئله مطرح بی که طالبان چه پدی برخه که خپل سرګندونې لري وای چې کوم جمهوریت، کوم ټاکنې، کوم ولسمشر غنی او دې ته ورته سرګندونې، او دا چې ناسته کې ګډون نه کوي تر څو بارنیان ټول نه وي وتلي، مې باندې باید دوی وتلي وای بیا ممکنه، او دې ته ورته نورې سرګندونې. درسته ده. ګوره د هغه نهه ماده ای فقره چې ترکیه، پاکستان، هند، امریکې او چین براندی کرده په هغه کې لیکلي وو چې د افغانستان نه طالبانو موږ سره وعده کړې ده او موږ د افغانانو نه دا غواړو چې په موږ نه یا د موږ په نورو ملګرو باندې تجاوز ونشي، او که په افغانستان باندې تجاوز وشو موږ حاضر یو چې د افغانستان نه دفاع وکړو. دا ډیره مهمه موضوع وه چې دلته زموږ مطبوعاتو ډیره توجه ورته ونه کړه. نو اوس مونږ دغه یو مرحله ته راغلی یو چې هیڅوک په افغانستان کې، طالبان جنگ نه غواړي، افغانان هم جنگ نه غواړي، دنیا هم جنگ نه غواړي، دا رئیس جمهور خو هیڅ صورت سره جنگ نه غواړي. ډیره مننه جناب فرهادی صاحب. این سوال با شما که بیشتر طرفدار جنگ است و افغانستان را سوق میکنه به یک جنگ داخلی شدید دیگر، طالبان یا حکومت؟ طالبان حاضر به توقف جنگ نیستن، اینا یک میلیشیا هستن و طالبان هیچ ما سرش اعتبار کرده نمیتونیم جز که بیان امضا کنن صلح همراه حکومت افغانستان. همراه حکومت افغانستان مثل که آقای خلیلزاد یک سال قرارداد همراهشان یک سال پیش بسته کرد، ما یک قرارداد با طالبان ضرورت داریم، یک قرارداد صلح. تا بال هیچ اونا حرف که همراهشان میزنیم اونمو یک گفه زده میرن، پس سر طالبان باید اعتبار نشه فعلا. سپاس.
رئیس جمهور باید انعطاف نشان بده، اگر شورای عالی مصالحه بگوید که تو آماده باشی که استعفا بدی برای اینکه ما بتونیم امرای طالبان صلح کنیم، باید رئیس جمهور قبول کنه. سپاسگزار. و با در نظر داشت صحبت اخیر آقای فرهادی، اگر خواست طالبان استعفای رئیس جمهور باشه، رئیس جمهور باید بپذیره. حالا این خواست یک خواست شبیه نیست؟ آیا این خواب را مردم افغانستان قبلا ندیده، بخصوص زمانی که شما بودین؟ خب اگر قرار باشه که به صلح حاکم شده به افغانستان که خواست تمام ملت افغانستان هست، در ایج استیفای آقای غنی یک امر بسیار خرد خواهد بود، برای اینکه افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و این مردم سجر میکشن، هر روز کشته داده میرن. شما حکومت بالای یک همچنین حالت، من نمیفهم کیفیت از ایچی خواهد بود. این یک جانب قضیه است. جانب قضیه دیگه این است که ما از این شرایط پیش آمده استفاده بکنیم و با طالبا، با حامیان طالب جدی صحبت شود. یعنی فقط خیلی کوتاه در یک جمله، آیا استعفای رئیس جمهور غنی باعث ایجاد یک صلح میشه در افغانستان؟ چیزی که آقای فرهادی گفتن اگر طالبان بخوان این کار باید شود. نه، این استعفا البته به این شکل نیست که امشا اونا یک استعفانامه نوشته کنن و اعلان کنن که من میرم. در این استعفا در رابطه با استعفا، ولی فکر نمیکنید طالبان همچین یک چیز میخواه؟ استعفا بده خودت برو، در غیر از او پیشرفت نیست، دیدگاه طالبان است. نه، این درست متاسفانه خواست دولت وقت مجاهدین بود که همین تقاضا رو میکردن و حتی یک بار من یادم است که به معاون آقای مجددی در دلی گفتم که اگر یک دکان بقالی هم باشه یک حساب کتاب داره. سپاسگزارم. جناب سرور صاحب، از شما، از آقای مصداق و همچنان فرازی صاحب سپاسگزار هستیم. تشکر که با ما در این بحث شرکت داشتین و نظراتتان را با مردم افغانستان شریک ساختین. لیدون کلوتاسم پدری من نه در بحث رانه هارو.